خود ما هر کدوم بچه ها بالاخره یه رشته ای رو خوندن، یه درس خوندن. من شاهد مدرسه نظام بودم، شاهد دانشکده افسری بودم، بعد کارشناس بانک بودم. دیدم با اون چیزی که من میخواستم نمیتونستم پیدا کنم، تا بالاخره برخورد کردم به نورعلی خان برومند. 9 سالانه من شاگرد این مرد بزرگ بودم، ولی خب تمام این زحمات کشته بودم، دوست داشتم منم جوون بودم مطرح بشم. بعدم خود استاد نورعلی خان برومند همیشه دو تا چیز مختلف به من میگفت. یکی میگفت تو باید میخونی یه چیزی هم بخونی که دیگران نخونده باشن. بنابراین شاگرد میباید با استاد خودش دائما محشور باشه، یعنی هر روز استاد خودش رو ببینه، هر روز ساز استاد خودش رو بشنوه. بعد ما گفتیم بله رفتیم و منم خیلی دوست داشتم نوال چیزو آی پی نیا رو. یه شخصیتی بود، اصلا یه انسان وارسته بود. من رفتم اونجا و ایشون گفت شما یه برای ترک بخون. گفتم والا من نمیخونم آقای پیرنیا. گفت چرا؟ گفتم برای این استاد من خیلی ناراحته، هم از دست رادیو. گفت نه من اینو میخوام برای، چون عید افتاده توی ماه رمضان اینو میخواستن پخش کنن، من نمیدونستم. گفت نه من یه چیز بدون چیز میخوام به حضرت، یه دونه بدون ساز. ما اینو ضبط کردیم، برای شو یه بیات ترک بود. بعد که این تموم شد و این خوندن من تموم شد، آقای خالقی تو اتاق بود اینو گوش میکرد. به آقای پینیا گفت آقای پینیا یک ایده من بهت بدم، چون اکثرا نورعلی خان آقای پینیا اینا رو میذاشت دوگران گوش میکردن نظر میدادن. گفت چیه؟ گفت به خانم روشنک بگین دو تا بیت شعر به این تحریر که گلپا داده دو تا شعر دکلمه کنه. بعد دوباره این کار نشدنی بود تو گلها، تالام نشده، این تحریر رو دوباره ادیت کنی و الان شما پیدا نمی کنی. الان کار ترانه، من برای شما بگم، یه آهنگسازی ترانه رو میسازه، ملودی رو میسازه، یک شاعری میاد شعر رو میگه، یه خواننده ای میاد اجرا میکنه. اینجا خواننده اجرا کننده است. شعر و آهنگ یعنی مال اون دو نفره، اونا ابداع کردن، این خواننده. اما شما وقتی میگن آواز، اصلا یه مسئله دیگه داره، یه مکتب دیگه. آواز شما اجرا کننده ای، اونا دنبالتن، شما ابداع کننده ای، شما میخونید جواب آواز تو ساز میده، ولی اونجا شما دارید اون چیزی که در مغز اون دو نفر به وجود اومده داری اجرا میکنی. فرق اجرا و ابداع خیلیه. اینه که هنرمندانی که به نظر من کار آواز میکنن خیلی کارشون مشکل تر از ترانه. اول انقلاب خب عده‌ای از هنرمندا رو خواستن که شما چیکار کردین چیکار نکردین، من جمله منم جز به اون داسته بودم که خواسته بودم. رفتیم به اوین، ما رو در اوین خواسته بودن. یک آقایی هم اونجا، آقای گیلانی اونجا محاکمه میکرد و یه آقایی هم بود به نام عباس زمانی، البته اونم معمم بود. بعد این یک خاطره است، ما رو که اومدن ببرن تو اتاق که چیز کنن محاکمه کنن و سوال و جوابی داشته باشیم، من با اون آقای، یه آقای بود که اونجا چیز جزء نگهبانا بود و بادیگارد بود و اینا، اسلحه داشت و اینا، این بچه محل ما بود، مال شهباز. من تشنم بود چون من دیابت داشتم، قند. گفتم من میخوام برم تو صحبت کنم، یه لیوان آب اگه میشه به من بده. مهری نذاشت و رفت. ما رفتیم تو، خب کسای دیگه هم قبل از من رفته بودن، خانوما آقایون همه. ما هم رفتیم، مثل که آخرین نفر بودم فکر میکنم، بلکه ساعت 11-12 شب بود. رفتیم تو، اون آقا یه مقدار پرونده جلوش رو باز کرد و عکسای ما اینا اونجا بود.
اون فرقش یه هنرمند فقط با یه انسان عادی اینه که بخشش تو وجودش باید خیلی زیاد باشه، حالا چه در مادیاگری چه در حتی اگر یه کسی بهش بدی هم بکنه، اون بخشش خیلی مهمه. خب اون آقا از من سوال کرد، سوالا رو قاطر کرد از این حرفا، من هم تو ساکت نشسته بودم چی بگم آخه. خب اتفاقات بود که افتاده بود. بعد گفت آقا شما دفاعتو بکن، این آخری دفاعته، دفاع از خودت دفاع بکن، اگه کاری چرفی داری چیزی داری. گفتم نه من یه بیت شعر برای شما بخونم، شما جای امیرالمومنین نشستی داری حکم میدی. گفت چیه؟ گفتم که من اگر زنده بودم این خط تو میدم یه شاعر خوشخط بنویسه شما جای امیرالمومنین نشستین بالا سرتون بزنین، اگر نبودم هم که دیگه نبودم دیگه. گفت چیه اون شعر؟ گفتم به قتل چون منی، چون میگم آخرین دفاعت بکن دیگه. گفتم به قتل چون منی گر خاطرت خوشنود میگردد به جان منت، ولی تیغ تو خون آلود میگردد، من که میرم، تویی که این سر منو بریدی، این خون هر وقت چشت میفته تنت میلرزه. خوب گرفت، چون من معتقدم که اولا مردن همه میمیره و از زیباترین چیزهاییست که در زندگی انسان هم. البته هر کی که مرده تا شما دیدی یکیش برگرده، پس همه اونجا جای خوبی دارن. پس کسی که جای خوب داره بر نمیگرده، یه نفر هم ندیدیم اینا که مردن برگرده. به همه دلیل اون آقا منو بخشید اصلا، یعنی اون شعر باعث شد ما حالا چیز مهمتر از اون، ما اومدم بیرون در، اومدم بیرون در بنادم اون آقایی که من بهش گفتم یه لیوان آب بیار که نیورد، دیدم یه دونه لیوان آب آورد به من داد، گفت بفرمایید. گفتم نه من آب اون موقع خواستم که دهنم خوش شده بود، میخواستم برم حرف بزنم، الان که نمیخوام. گفت نه اون موقع شما